بروم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس. ندهم من ره به کسی در بزم یار، من باشم و بس. شاد و بیباک با عشقی پاک، فر این آب و خاک. بپرم ز جهان چو هما به دل آسمان. تپش قلب پر از امید من، تپش زندگیه. دل من دیده من، دنیای من، همه تا بندگیه. شور من چشمه، نور من. ترین افسرانی بود، یکی از موثرترین جنرال هایی بود که در نیروی هوایی خدمت کردند و خیلی واقعا برای نیروی هوایی زحمت کشید. حالا من میگم که چطوری شد. ربیعی فرماندهی تاکتیکی هوایی رو بنا نهاد. ما یه نیروی هوایی عقب مونده داشتیم، یه نیروی هوایی بسیار سنتی و مثلا از نوع هواپیماهای پریموس و از این نوع مدیریت اون زمان حاکم بود. ولی وقتی ربیعی اومد رسید به یه جایگاهی، سید جوادی، ربیعی و جهانبانی که به جای خودش، حالا راجبش زیاد صحبت شده، اینا رسیدن تغییر وضعیت دادن در نیروی هوایی. این فرماندهی تاکتیکی هوایی منحلش کردن بعد از پیروزی انقلاب، برای اینکه نمیدونستن چرا این درست شده. فکر میکردن این درست شده که مثلا جایگاهی باشه برای فخر فروشی یا مهرمن یا ربیعی یا دیگران، در حالی که اینطوری نبود. وقتی که جنگ شد، ما کمبود فرماندهی تاکتیکی هوایی رو دقیق ببینید. تیمسار ربیعی خب یه نابغه‌ای بود واقعا تو نیروی هوایی، یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، همه عمرش هم تو عملیات گذرانده بود. همدوره تیمسار آذربایجانی بود، به طوری که اینا مثلا روزی در یک روز با هم سرتیپ شدند و من به اتفاق همسرم رفتیم هم خونه تیمسار ربیعی، هم رفتیم خونه تیمسار آذربایجانی، چیز کردیم به اصطلاح تبریک، رفتیم برای گفتن تبریک. این آقای تیمسار ربیعی فرماندهی تاکتیکی هوایی رو بنا نهاد و خودش پیگیری کرد تا این به یک جایی رسید که محکم شد. حالا قرار بود که حالا شد فرمانده نیرو هوایی. آذربایجان که همیشه رقیب ربیعی بود، منتها تو ستاد. ربیعی تو عملیات همیشه بود، آذربایجان توی ستاد بود. شد جانشین ربیعی، سپه بود آذربایجان، شد جانشین ربیعی. و ربیعی بنای فرماندهی استراتژیک هوایی رو میخواست بذاره، فرماندهی تاکتیکی هوایی رو بنا نهاده بود، حالا میخواست فرماندهی استراتژیک هوایی رو بنا بذاره. فرماندهی تاکتیکی شادروان ربیعی چند نفر انتخاب کردم، تیمسار خسروی از امنیا بودن، زلالی، سرهنگ قیدیان،
سرهنگ ادبایی، خود تیمسار ربیعی، آجرانش الهی فر، من انتخاب شدیم بریم امریکا یه دوره آموزشی ببینیم ستاد تاکتیکی رو. در نتیجه رفتیم امریکا، اول به ستاد نیرو هوایی، اونجا مرکزی بود که آموزش میدادن، ما رو توجیه کردن. بعد یه پایگاه دیگه رفتیم در امریکا، خاطرم یه سال بعدن میگم. بعد از اون رفتیم کانادا، نورد، اونجا به اصطلاح یه مرکز دفاع آمریکای شمالی بود، کانادا را اونجا را بازدید کردیم. بعد از اون اومدیم آلمان، به اصطلاح ستاد فرماندهی تاکتیکی آمریکا در اروپا، پایگاه رامشتاین بود گویا، اونجا هم دوره دیدیم. سه چهار تا کشور خلاصه رفتیم ستادهای اینا رو و مدیریت اینا رو در مورد ستاد فرماندهی رو به ما آموزش دادن. این تیم برگشتیم شیراز و سال 1154 ستاد فرماندهی تاکتیکی رو تشکیل داد، که این ستاد در واقع این 10 تا پایگاه شکاری نیروی هوایی رو کنترل می‌کرد. چون پایگاه‌ها زیاد شده بود، این بار سنگین به دوش ستاد فرماندهی نیروی هوایی بود و مجبور شدن که یه ستاد تاکتیکی درست بشه که این بار از دوش نیرو هوایی بردارن و این ستادی از نظر عملیاتی پایگاه رو کنترل کنن. در نتیجه این اسامی که نام بردم ستاد تاکتیکی رو تشکیل دادیم، تشکیلاتی به وجود بیاد. در اون زمان تیمسار ربیعی قرار شد به عنوان فرمانده تاکتیکی انتخاب شده بود. یک گروه 7 نفری از افسرها، تعداد خلبان و بعد چند تا فنی، یک دوره کوتاه ویزیت به اتفاق ایشون به امریکا اومدیم، از ستاد تاکتیکی امریکا و پنتاگون اینور اونور جایی که لازم بود و بعدم در اروپا بازدید کردیم و اطلاعاتی بهمون دادن. و بعد ستاد تاکتیکی یا ستاد فرماندهی تاکتیکی رو در شیراز شروع کردیم. افسرهای اولیه که اونجا بودن تیمسار ربیعی بودن، مرحوم ساوجی بود که معاون عملیاتی بود، من بودم، قیدیان بود، واعظی بود، نفش و افسر بودیم. بعد زلالی بود به عنوان سیفتی و غیرزادک یا بازرسی. بعدها یه تغییراتی شد، من اومدم امریکا برای دوره ستاد و غیرزادک که بعد جریان ثانویه تیمسار خاتم که گذشته بود، بعد تیمسار تدهیان ثانویه داد. در اون زمان به اتفاق تیمسار ربیعی در بندر عباس بودیم برای هواپیمای پیتری که تازه اومده بود، که ایشون میخواست پیتری هم قرار بود بیاد زیر پوشش و ستاد تاکتیکی. هم دوره من بردشیری فرمانده گردانشون بود و پرواز بودیم که خواستن برگردیم، پرواز زودتر بیاد برگردن و از اینجا تیمسار بعد متوجه شدیم که تیمسار تدهیان ثانیه داده و ایشون از همونجا رفتن تهران و بعدم به عنوان فرمانده نیروی هوایی انتخاب شدن. و تیمسار مهمن اومدن جای ایشون رو گرفتن در ستاد تاکتیکی، ولی همزمان باز من منتقل شدم به ستاد نیرو. من سپهبد خلبان محمد حسین مهرمند هستم که
خدمت آخر من در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، فرمانده تاکتیکی نیروی هوایی شاهنشاهی بود. فرمانده تاکتیکی فرمانده تمام پایگاه‌های شکاری در ایران بود که ما 10 پایگاه داشتیم و در این 10 پایگاه ما هواپیماهای مختلف از داشتیم، شکاری F5، F4، F14 و P3 مخصوص نیروی دریایی که اونم زیر نظر ما بود.